سلام دوستای خوبم به کلاس درس امروز ما خوش اومدین. توی جلسه گذشته مفهوم تقسیم پذیر رو تعریف کردیم. تو این جلسه میخوایم تقسیم پذیری رو به عنوان یک رابطه ریاضی بررسی کنیم. خب اگر از ریاضیات سالهای قبل یادتون باشه یک رابطه ریاضی چهار تا خاصیت براش تعریف میشه که اونا رو میتونه داشته باشه یا نداشته باشه برای اینکه یه مرور بشه این چهار تا, خاص... چهار تا, خاصیت رو اینجا با هم می نویسیم و تعریفاش رو یه دور دوره میکنیم بعد با هم دیگه می که آیا تقسیم پذیری این به عنوان یک رابطه این خصوصیات را داره یا نه رابطه خصوصیت اولی که میتونه داشته باشه هستش خاصیت بازتابی که به چه معنی بود؟ باستابی به این معنی بود تو پرانتز من معنیشو شو برای تو می آیا مثلا زوج آ و آ, آ آیا عدد صحیحه در رابطه سرق می کنند یا نه؟ یعنی آیا یه عدد با خودش اون رابطه رو را داره یا نه؟ این میشه آیا اون رابطه باستابی هست یا نه؟ این خاصیت اول خاصیت دوم یادتون باشه خاصیت ترایایی هستش ترایایی به چه معنی به این معنی که آیا اگر آ و به توی این رابطه صدق کنند و به و سم توی رابطه صدق کنند میتوان گفت ببخشید می توان گفت سه هم صدق می کنند یا نه این هم تعریف ترایایی بود. اگه آ با به رابطه داره باشه باشه به با سه میتونیم نتیجه بگیریم آ هم با سه رابطه داره یا نه. خاصیت سوم خاصیت متقارن بودنه. به چه معنی؟ به این معنی که آیا اگر آ و ب در رابطه صدق کنند، برعکسش هم برقراره یعنی ب و آ زوج ب و آ هم صدق می کنند یا نه میشه اینو نتیجه گرفت یا نه و در نهایت خاصیت چهارم و خاصیت آخر خاصیت پاد متقارن بودنه پاد متقارن بودن به چه معنی؟ به این معنی که آیا اگر آ و ب در رابطه صدق کنند و ب, ب, و آ هم یعنی برعکسش هم در رابطه صدق کنند آیا می توان گفت آ مساوی به می توان نتیجه گرفت آ مساوی به یا نه یعنی اگه یه رابطه برقرار باشه برعکسش هم برقرار باشه آیا آ مساوی ب میشه نتیجه گرفت یا نه خب حالا تک تک این خاصیت ها رو بررسی میکنیم واسه رابطه تقسیم پذیر با توجه به تعریفی که ازش کردیم حالا یا ثابت میکنیم به طور ریاضی که این برقراره یا یه مثال نقضی میاریم که نشون بدیم برقرار نیست خب اولیش رابطه باستابیه گفته آیا آ, آ در رابطه صد میکنن یا نه یادتون باشه که هر چیزی رو که میخوایم بگیم در رابطه تقسیم پذیری صد میکنه یا نه اگه یادتون باشه کافی ببینیم آیا به فرم آ مساوی ب کیو میتونیم درش بیاریم یا نه خب اینجا آ مساوی آ ب هم مساوی آه قبول داریم که اگه من بنویسم آ مساوی با آ ضرب در یک این رابطه همیشه برقرار دیگه اون وقت در واقع به فرم تقسیم پذیری درش آوردم پس جواب این بله هست یعنی تقسیم پذیری یک رابطه بازتابی هستش چون هر عددی خودش رو آد میکنه این از اولی آسون بود دیگه برای دومی دو میگه اگر آو به در صدق کنن به او سم سه صدق کنن آیا میتوان گفت آو سه هم صدق میکنن یا نه بیایم چیزایی که میدونیم و اینجا بنویسیم می میگه آو توی رابطه صدق میکنن یعنی که بی میتونی یه کیو صحیحی وجود داره که میتونی برسیم به آکیو و گفته به سه هم میکنن یعنی سه رو میتونیم بنویسیم بی ضرب در یه عدد صحیح مثل کیو پریم دیگه درسته قبول دارین اگه این رابطه بالایی رو توی پایینی جاگذاری بکنیم میتونیم بنویسیم که c به جای b بذاریم a کیو با آ q ضرب در کیو پریم قبول دارین بعد چون عمل ضرب هم روی عدد صحیح بسته هستش پس الان ما در واقع کیو کیو پریم یه عدد صحیح جدیدیه مثل مثلا کیو بزرگ دیگه در نتیجه ما تونستیم سی رو مساوی آکیو به این فرم بنویسیم در نتیجه بله این درست هستش آ سی رو آد میکنه پس این رابطه هم برقراره یعنی ترایایی هم برای تقسیم پذیری ثابت شد که برقراره خب بریم سر خاصیت بعدی میگه اگر آ آد بکنه ب رو آیا ب هم آد میکنه آ رو این آسونه که ثابت کنیم برقرار نیست یه مثال نقض بیاریم بیایم شما آ رو مثلا دو بذارید بی رو شیش بذارید قبول دارید که دو شش رو عاد میکنه چون شیش مساوی دو زب در سه دیگه ولی شیش دو رو عاد نمیکنه پس این رابطه با یه مثال نقض خیلی ساده ثابت شد که برقرار نیست نمیتونید اگه یه سی دیگه دیگر عاد میکنه برعکسشون کنید بگید اون یکی که همون یکی رو عاد میکنه یعنی یه چیزی وقتی برق... یه چیز دیگه بخش پذیر برعکسش برقرار نیست دیگه در نتیجه این هم ثابت شد که حالا خاصیت پاد متقارم بودم میگه اگه اومدیم و این برقرار بود آیا ثابت میشه که آب با هم برابر اینم باز با یه مثال نقص بیاین با هم دیگه ردش کنیم مثلا یه مثالی که به ذهن آدم میاد که دو تا عدد هم این به اون بخش باشه هم اون به این قبول دارید اینه که اون عدد یکیش خودش باشه یکی منفی خودش باشه در اون صورت قبول دارید که میشه نوشت دو منهای دو رو عاد میکنه چون کیو رو بذاری منهای یک دیگه میشه دو مساوی است با منهای دو منهای یک و از اون بر منهای دو هم دو رو عاد میکنه باز دوباره کیو رو بذاریم منهای یک میتونیم بنویسیم منفی دو مساویه با دو ضرب در منهای یک ولی از این دوتا نمیشه نتیجه گرفت دو مساویه با منفی دو در نتیجه با یه مثال نقد ثابت میشه که خاصیت پاد متقارن بودن هم برای تقسیم پذیری برقرار نیست پس تقسیم پذیری یک رابطه باستابی و ترایایی هست ولی نه متقارنه نه پاد متقارن حالا برای اینکه با مفهوم تقسیم پذیری باز آشناتر بشیم توی جلسه بعدی چند تا از ویژگی های دیگرش رو با هم بررسی میکنیم. تو کلاس درس, درس بعدی میبینم اتا.